ولی نیروهای سرکوبگر به سوی آنها جرش بردن و صدای تیراندازی های متوالی به گوش می رسید. با این حال جمعیت انبوه توانست صف سرکوبگران را بشکند و راهی میدان انقلاب شود. در ساعت 7 بعد از ظهر درگیری ها بالا گرفت و حدود 18 تن از جوانان دستگیر شدند. از تعداد زخمی ها خبری در دست نیست. همزمان با حمله سرکوبگران مردم فریاد می زدند مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، ای دولت کودتا، استعفا، استعفا. در حالی که هزاران تن از مردم به سوی میدان آزادی حرکت می کردند، واحدهای ضد شورش و یگاه ویژه به سوی آنها حمله کردند. با این حال دوباره مردم دور هم گرد می آمدند. بسیاری از زنان و مردان و پیر و جوان از سوی میدان آزادی و توحید و دیگر خیابان‌های پایتخت به سوی میدان انقلاب حرکت کردند. صدها چتر پوش مسلح رژیم تهران در برابر آنها ایستادند و مانع پیوستن آنها به دیگر گروه‌های مردم شدند. نیروهای سرکوبگر ناچار به بستن خیابان‌های شدند که به میدان آزادی منتهی شد. زنان، مردان و جوانان هوشمند ایران در یک نقطه یا یک محل تجمع نمی‌کردند که نیروهای سرکوبگر بتوانند با آنها مقابله کنند. آنان در بیش از 70 منطقه و میدان و در جاهای مختلف پایتخت در خیابان‌ها حرکت می‌کردند. در این رستاخیز ملی و این تظاهرات مردمی صدها هزار تن مرتب مسیرشان را تغییر می‌دادند و هنگام حرکت شعار می‌دادند نترسید، نترسید، با همه با هم هستیم. مرگ بر دیکتاتور، مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی، مجتبی پسر خامنه‌ای است. گزارش های دیگر حاکی است که هزاران تن از مردم به سوی امیرآباد شماری و میدان کشاورز به حرکت درآمدند و در این نقاط نیز درگیری های روی داد. دیشب صدها هزار تن از مردم در تهران و در ابتکاری جالب همزمان با شعارهای الله اکبر و مرگ بر رهبر و پخش اظهارات احمدی نژاد بلندگوها و ضبط صوتهایی را در کنار پنجره‌ها و بالای پشت بام‌ها قرار دادند و مراسم نوحه خوانی پخش کردند تا به اظهارات احمدی نژاد از تلویزیون واکنش نشان دهند. این سر و صدا موجب می‌شد تا عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی در تهران دچار وحشت شوند. همین است که من با شما صحبت می‌کنم. هزاران تن از مردم در تهران و صدها هزار تن در شاخه‌های دیگر در بالای پشت بام‌ها هستند و فریاد الله اکبرشان گوش تمام رهبران جمهوری اسلامی را چر کرده است. بله، آقای لطفی. در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای درباره سال روز جنبش تاریخی ضمن اعلام شرکت در این تظاهرات نوشت: در یک ماه اخیر حماسه ها و فجایعی به مراتب بزرگتر از 18 تیر ماه 78 را شاهد بوده ایم. این روزها سرزمین ما دیگر تنها سوگوار شهیدان عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی نیست، چرا که داغدار بسیاری چون ندا آقا سلطانی، کیانوش آسا، مصطفی غنیان، ناصر امیر نژاد و دیگرانی شده این که در خرداد و تیر ماه خون پاکشان بر سنگ فرش خیابان‌های شهرمان جاری شده است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بیانیه خود را چنین آغاز کرده بود که همه جا سایه وحشت، همه جا چکمه قدرت جلوی هر قناری را بریدند از سر نفرت. بازار بزرگ یزد را عوامل اوباش حکومتی به آتش کشیدند و ده‌ها مغازه در بازارچی فرخی یزد در آتش سوخت. هدف عوامل حکومتی از این اقدام سرکوب بازاریانی بود که در دو روز گذشته دست به اعتصاب زده بودند. از سوی دیگر حسین همدانی فرمانده نیروی سرکوبگر بسیج که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است، امروز در جمع گروهی بسیجی در استان گیلان گفت: آنقدر اطلاعات و اعترافات از اختشاشگران به دست آمده که اگر تا مدت‌ها همه رسانه ها بسیج شوند نمیتوان تمام این اعترافات را پخش کرد. از سوی دیگر محمد کرمی نماینده کرمانشاه در مسجد به اعتصاب سراسری در این شهرستان اشاره کرد و گفت آلودگی هوای کرمانشاه با
بسیار ناچیز بود و این تحصیلات آسیب‌های زیادی به جامعه زد. آسیب دیگر امروز همزمان با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا، گروهی از ایرانیان مقیم پایتخت فرانسه با هر اندیشه و عقیده سیاسی در بزرگداشت سالگرد 18 تیرماه و حمایت از مبارزات مردم ایران در درون کشور در میدان سوربن در پاریس دست به تجمع زدند و با دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی به سوی ساختمان شهرداری پاریس راهپیمایی کردند. ایرانیان مقیم سوئد نیز امروز در حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم و تزیین از داروز اجدای تیرماه و جنبش دانشجویی در برابر مقر اتحادیه اروپا در میدان شومن دست به تظاهرات دادند. ایرانیان هلند در برابر پارلمان این کشور در لاهه دست به تظاهرات دادند و تا روز 18 تیرماه و جنبش دانشجویی را گرامی داشتند. آقای لطفی اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه UNP که حزب حاکم فرانسه است دست یک پس